سلام به دوستای عزیزم، به پیج مهسا پس خوش اومدین. امروز با هم اومدیم با یه شیرینی قرابیه شکلاتی فوق‌العاده خوشمزه. برای درست کردنش احتیاج داریم به نصف لیوان پودر قند، 30 تا 35 گرم پودر نشاسته ذرت یا گندم و کمی هم زست لیمو بهش احتیاج داریم. یه زرده تخم مرغ داریم که زرد و سفید رو جدا می‌کنیم و زرده رو به موادمون اضافه می‌کنیم. ۱۲۵ گرم کره احتیاج داریم که گذاشتیم به دمای محیط کمی نرم شد و حالا به موادمون اضافه می‌کنیم. دو قاشق غذاخوری پودر کاکائو داریم که به موادمون اضافه میکنیم. حالا شروع میکنیم کم کم موادمون رو با هم دیگه خوب مخلوط کردن. یک و نیم لیوان آرد احتیاج داریم که ما آردمون رو کم کم و کنترل شده به موادمون اضافه میکنیم، ولی حواستون باشه زیاد آرد نریزین که موادتون صفر نشه. موادمون باید به صورت یه خمیر خیلی نرمی تشکیل بشه. حالا موادمون رو روی صفحه سیلیکونی منتقل می‌کنیم و کم کم شروع به ورز دادنش می‌کنیم تا آخر سر خمیرمون درست بشه. نگم بهتون از بافت این خمیر که چقدر نرم و عالیه. حالا روی صفحه‌مون یک کاغذ پوستی میندازیم، خمیر رو مرکزش قرار میدیم و دوباره یک کاغذ پوستی دیگه روش پهن میکنیم و با وردنه شروع میکنیم باز کردن خمیر. سعی کنید خمیر خیلی نازک و خیلی کلوف نباشه. یه حجم خوبی داشته باش که موقع قالب زدن راحت بتونید از صفحه بلندش کنی. قالبتون هم کاملا دل بخواهیه. میتونید حتی از قالب گردم استفاده کنید.
بعد از قالب زدن خمیرامون اونها رو داخل سینی فر میچینیم و آمادش رو میکنیم که بعدش بذاریم داخل فر تا بپزن. توی این فاصله ما میایم برای درست کردن گاناشمون که توی یه قابلمه‌مون حدود 250 گرم یه دونه از این خام صورتی یا میریزیم و کمی حرارت میدیم و میذاریم کامل از کناره‌هاش کمی حباب بزنه، نه که کامل بجوشه. شکلاتمون هم از قبل گرمش میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم و آروم آروم شروع میکنیم به هم زدن تا یه گاناش فوق‌العاده عالی داشته باشیم. شیرینیامون که پختن میذاریم بیرون تا کمی خونک بشه و بعد مواد گاناشمون رو داخل یه قیف یک بار مصرف میریزیم و روی شیرینیامون رو از گاناش پر میکنیم. سطحشون رو کمی بزنیم و در آخر اون سطح رو صاف میکنیم. برای روی شیرینی ها هم میتونین از بادوم زمینی خرد شده یا حتی فندق خرد شده استفاده کنین. مرسی که تا پایین این کلیپ همراه من بودین. خوشحال میشم منو به دوستانتون معرفی کنین و کانال منو لایک و سابسکرایب کنین. تا یه ویدیو دیگه و غذای خوشمزه دیگه، خدا نگهدار.